کدام یک از این طرح‌ها را بیشتر می‌پسندید؟ این یکی؟ این؟ و یا هم این یکی را؟ به نخستین مرکز تتوی افغانستان خوش آمدید. این مرکز تازه چند ماه است که درهایش را برای مشتریان باز کرده. بیشتر مشتریانش دختر پسران جوان هستند. افرادی که باور دارند این نقش ها آنها را خاص و متمایز می کند. این طراح خودش زمان از طرفداران پروپا قرص تتوهای غربی بود. حالا مغازش را به مکان برای ترویج این فرهنگ مبدل کرد. اولین بار ما به خارجی میخواستم تاتو بزنم، بسیار ترس لر در دلم بود، بسیار ویزی میترسیم که اگر تاتو رو برازی بزنم این خراب نشه. هیچ وقت دست منم میاد دست مگ لرزی پیدا کرد. پس ماشین ماندم به یک بانه از پیزی برمانم بیرون، برمانم خود خوب راحت ساختم، خود مطمئن ساختم. پس اولم کار کردم، بعد تاتو از زیر کار کردم. هر سنه هر قسمت از زیر کار میکردم، این خارجی که سر میکرد میگفت نه بسیار خوب است، بسیار خوب، بسیار خوبش کار میکنم. طرحهایی که در اینجا بر بدن مشتریان نقش میبندد برای صاحبش مفهوم خاصی دارد. مشتریان با انگیزه های مختلف به اینجا میآیند. کسی عاشق است، یکی شوقی و ایده‌ای هم فقط میخواهند آرزویی را برآورده کنند. این نمادها شاید آنها را به قهرمان های ذهنیشان نزدیکتر میکند. اما خودم یک بوکسر هستم، وقتی که در مسابقه میرم باید اندامم زیبا معلوم شوه. در علاوه که اندامم زیباست و در مسابقه اشتراک میکنم، میخوایم دیگام اندامم زیباتر شوه. بر اولین بار است که در دستم تتو میزنم. شاید مثل ما ده ها دختر پسر افغان وجود داشته باشد که دوست دارند تتو را یک بار امتحان کنند. این فیشن نو کم کم دارد در میان نسل جوان در افغانستان رواج پیدا میکند. طرحهای تتو به صورت آماده از خارج وارد می شود. نقش های روی بدن مشتریان هم موقتی است. ملاحظات مذهبی تتوی دائمی را ممنوع کرده. اصلا این زیبایی نیست، اصلا این حسن نیست، اصلا این جمال نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ان الله جمیل و یحب الجمال. الله زیباست، زیبایی خوش داره، لیکن زیبایی چیزی که مطرح باشه یا اصلا از فرهنگ خارجی است یا از فرهنگ غیر مسلمین است. مسلمان باید از فرهنگ غیر مسلمین جدا باشه. در کشور سنتی مثل افغانستان خیلی هستند که این کار را تقلید کورکورانه از غرب میدانند، اما طرفداران تتو آن را نوع تنوع در زندگی. مریم غمگسار، بی بی سی، کابل.